سوال 182. جدول زیر بخشی از گستره پرتوهای الکترومغناطیسی نور خورشید بر حسب نانومتر است. قسمت‌های الف تا سه به ترتیب با چه مواردی کامل می‌شوند؟ خب بچه طیف امواج الکترومغناطیس رو بر حسب طول موج داریم. این ترتیب توی متن کتاب، توی شکل کتاب اومده، شما باید بلد باشید اینا رو، که طول موج پرتوی گامو از همه کمتره، پس انرژی از همه بیشتر خواهد بود. به ترتیب باید بلد باشین که بعد از پرتوی گاما، من اینجا پرتوی X رو دارم، پس اینجا پرتوی X، بعد از پرتوی X هم پرتوی فرابنفش رو دارم، اینجا پرتوی فرابنفشه، بعد این ناحیه بچه ها ناحیه مرئی خواهد بود که ناحیه مرئی از 400 تا 700 نانومتر خواهد بود. پس ناحیه مرئی 400 تا 700 نانومتر، قسمت B پس میشه 700 نانومتر. تو ناحیه مرئی 400 نانومتر مربوط به طول موج کمتر و به تبع اون انرژی بیشتر مربوط به رنگ بنفشه، پس این قسمت بنفش رو دارم. ادامه این ناحیه بعد از ناحیه مرئی ناحیه فروسرخ رو دارم، بعد ریز موج ها و در نهایت هم امواج رادیویی، قسمت پ پس امواج رادیویی خواهد بود. حالا با این توضیح که من دادم، جواب درست گزینه دو خواهد بود.